این هفته آیا 5G واقعا برای سلامتی ضرر داره؟ آیا پیشبینی آب و هوا در خطره؟ و گریزی به دیوار برلین. یک انقلاب در فناوری داره کم کم در شهرهای دنیا از جمله بریتانیا گسترده میشه. آنتن به آنتن 5G داره به مرور جای خودشو باز میکنه. میدونم بحث سخت افزار حوصله سربره، اما این یکی فرق میکنه. بله، این شبکه انقدر سریعه که میشه در آن واحد یک ویدیو دانلود کرد و برای چند تا دستگاه مختلف پخش کرد. برای اینکه 5G با سرعت بالا و تأخیر حداقلی کار کنه، تعداد زیادی آنتن جدید لازمه. هر کدوم فقط یک محدودیه کوچیک رو پوشش میدن. و بعضیشون ممکنه با امواج رادیویی با فرکانس به مراتب بالاتر از شبکه‌های موبایل سابق کار کنن. اینکه باید همه جا از این آنتنا کار بذارند، یه عده زیادی رو مردد کرده. بعضی میگن که امواج رادیویی 5G ممکنه سلامتی افراد رو به خطر بندازه، برای همین کمپین را انداختن. تعدادشون کمه اما صداشون بلنده و به نظر میاد که به این تعداد هم داره افزوده میشه. اینجا شهر هوف نزدیک برایتونه. از اون دست شهرهایی که آدم انتظار نداره مردمش تظاهرات کنن، ولی گروهی هستند که میخوان نظرشون رو درباره نصب آنتن‌های 5G در این منطقه اعلام کنند. سازمان بهداشت جهانی، سازمان بهداشت عمومی انگلستان و سازمان خدمات درمانی ملی بریتانیا میگن شواهد کافی مبتنی بر خطرناک بودن 5G وجود نداره. ولی این برای معترضان کافی نیست. اول امسال بود که یک تومار به مجلس فرستادن تا در مورد 5G بیشتر تحقیق بشه. نزدیک به 30,000 نفر امضا کرده بودند. اما دغدغه این افراد چیه؟ Public Health England and the government say that 5G and electromagnetic frequencies. سازمان بهداشت عمومی انگلستان و دولت بریتانیا میگن 5G و فرکانس‌های الکترومغناطیسش خطر ندارن. همه زیر سطح قابل قبول در معیارهای بین‌المللی هستند. با این حال دستورالعمل‌های ایمنی مشکلات زیادی داره. یه بخش خاکستری عمده داره، یه سیاه چاله. دستورالعمل فقط در مورد اینکه آنتن ممکنه آتیش بگیره یا نه و اینکه ممکنه توی سر آدم بخوره یا نه حرف میزنه. در مورد مشکلاتی که علم ثابت کرده به تشعشع فرکانس های الکترومغناطیس ربط داره چیزی نمیگه. کی تصمیم میگیره موش آزمایشگاهی کی باشه؟ کی تصمیم میگیره این کجا راه بیفته و روی کی امتحان بشه؟ موش آزمایشگاهی یا هر اسمی که روی ما میذاریم چجوری انتخاب میشه؟ برای اینکه ایمنی اینها آزمایش نشده. اگه یکی به من بگه 5G قطعاً خطر نداره، اگه دولت اعلام کنه که 5G قطعاً خطر نداره و صنعت مخابرات آزمایشش کردن، احتمالاً دیگه این نگرانی که الان دارم نخواهم داشت. ولی هرگز چنین چیزی نگفتند. طبعاً دست‌اندرکاران این صنعت نظر متفاوتی دارند. مخالفا میگن 5G امتحان پس نداده و اگه هنوز درست آزمایش نشده نباید راه بیفته. من این حرف رو زیاد شنیدم. به نظرم از اساس متوجه نشدن 5G چیه. 5G از همون فناوری های استفاده میکنه که دهه هاست در کشورهای مختلف استفاده میشه. فرکانس های 5G، امواج رادیویی که در 5G استفاده میشه، همون امواجیه که دهه هاست داره آزمایش میشه و استفاده میشه و همچنان آزمایش میشه. فناوری داخل آنتن‌ها رفتار امواج رادیویی رو عوض نمی‌کنه. بنابراین با اینکه از منظر بازاریابی به عنوان یه فناوری کاملاً جدید عرضه میشه، ولی ریشه هاش عملاً همون فناوری رادیو موبایله که دهه ها آزمایش شده و استفاده میشه. این ماجرا هم شبیه ماجرای سیگاره. تأثیر واقعیش بر سلامتی، نشونه های واقعیش مخفی نگه داشته شدن. این بارم دقیقاً همین اتفاق داره میفته. 5G بسیار نامحتمله که 5G خطر بیشتر از 2G یا 4G داشته باشه. در مورد 2G یا 4G هم شواهدی نداریم که خطر بیشتر شده باشه.
اینطور نیست که 5G مثل تنباکو یا آزبست باشه. چنین چیزی اصلا صحت نداره. اما به رغم شواهد علمی در این زمینه، جنبش ضد 5G داره رشد میکنه. به لطف اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در جاهای دیگه دنیا هم گروه‌های مشابهی را افتاده. اما برگردیم به هوف که معترضان فرصتی پیدا کردن تا دغدغه‌هاشون رو با نماینده‌های شورای شهر در میون بگذارن. در معرض تشعشع 5G خواهیم بود بدون اینکه آگاهانه به این امر رضایت داده باشیم. در سطح ملی سازمان بهداشت عمومی انگلستان مرجعی است که در مورد مسائل مرتبط با میدان‌های الکترومغناطیس و فرکانس‌های رادیویی و استفاده امواج رادیویی در مخابرات نظر میده. تدوین و اجرای مقررات مربوط به فناوری 5G هم در حیطه وظایف ملیه. ولی آیا چیزی هست که بتونه خیال معترضان رو از این نظر راحت کنه که خطری متوجهشون نیست؟ بله، میتونن استدلال کنن، ولی دانشمندای مستقل و به طور کلی شواهد علمی هم باید به شکل مناسب طرح بشه. حالا سوال اینجاست که شرکت‌های فناوری در نهایت میتونن برنده این مجادله باشن؟ همیشه افرادی هستن که از شرکت‌های بزرگ مثل ما خوششون نمیاد و همیشه تعداد زیادی آدم هستن که دغدغه‌ای در مورد این فناوری ندارن. یک بخش هم احتمالاً بین این دو هستن که ممکنه بشه قانعشون کرد. و به نظرم در مورد این گروه باید کار کنیم که به قول شما مجادله را ببریم. باید تلاش کنیم اطلاعات درست بهشون برسه که بتونن آگاهانه تصمیم بگیرن و از سوی جریانی که به نظر میرسه صرفاً دنبال ترسوندن مردم گمراه نشن. خب تا اینجای کار ما به سراغ طرفین این جدل رفتیم، اما حالا میخوایم بریم نظر پژوهشگران بی‌طرف رو در این زمینه بپرسیم. چرا برخی از افراد از فناوری 5G بیشتر میترسن تا 3G و 4G؟ خیلی مطالعات کاملی انجام شده تو حوزه‌های 4G و 3G که این دما تا چه حد بره بالا، موبایلی که ساخته میشن تا چه حد مجازن که مثلا در طول یک روز یا یک ساعت که در کنار بدن آدم هستن چقدر این دما بره بالا. اگر از یه حدی بیشتر بره بالا دیگه اجازه فروش اون شرکت ها ندارن برای اون موبایل. این تستا انجام میشه، یعنی موبایلی که دست یه نفر میاد تمام این تستا روش انجام شده. توی 5G هنوز اون انفراستراکچری که اون ساختاری که این تستا انجام بشه، این استانداردها تعریف بشه که از چه دمایی بره بالاتر و حتی متخصصین پوست باید بیان یه سری مطالعاتی انجام بدن که تا دمای پوست، دمای اون حوزه اطراف پوست تا چه حدی اجازه داره بره بالاتر. یعنی حتی اینها هم تعریف نشده. اینها اگه این کلن ساختار اگه پیاده سازی بشه، تعریف بشه، همون اتفاقی که برای 4G و 3G در اما شاهدش هستیم میتونه انجام بشه و موبایل 5G میتونن بیان بیرون. ولی اگه تکلیف 5G هنوز مشخص و قطعی نشده، چرا چند وقته که گوشی‌های 5G توی بازار ارائه شدن؟ نکته اینه که اون مطالعاتی که رو 5G الان هستش کمتر از 4G و 3G، خب به خاطر اینکه تکنولوژی جدیدیه و خب با موبایل‌های 5G که میان بیرون با مطالعاتی که در حال حاضر انجام شده تست میشن و خب این مطالعات میتونه در آینده عوض بشه معیارش. برای اینکه به دغدغه کسانی که هنوز تصمیم قطعی نگرفتن رسیدگی کنیم، همکارمون اسپنسر رو فرستادیم به پشت بومی که بتونه اونجا از نزدیک میزان تشعشعات یک فرستنده 5G رو اندازه‌گیری کنه. از کارشناسان مستقل هم خواستیم که کمکمون کنند. دکتر ریچارد فیدلی که متخصص امنیت میدان الکترومغناطیسیه، قرار فرکانس و شدت امواج رادیو رو در فواصل مختلف از آنتن اندازه بگیره. اول پروب رو میذارین رو خود فرستنده، درسته؟ بله درسته. خب ببینیم چی میشه. درست وسط آنتنه. تشعشع چقدر بود؟ 551 و 0.6. یعنی اگه خودتون بالا ببندی به فرستنده، تشعشعی که در معرضش قرار میگیری 5 برابر حد قابل قبوله؟ بله، در معرض تشعشع بیش از حدیه. درسته، ولی کسی که این کارو نمیکنه. نه. خب حالا اگه میشه بریم یکم دورتر، 2-3 متر اون طرفتر مثلا،
ببینیم شدت سیگنال افت میکنه یا نه. بریم. خدمت شما. اوه 14.5. یعنی حتی در همین فاصله کم هم تشعشع این همه کم شد. چقدر کم شد؟ 50 برابر مثلا؟ از 550 رسید به 14.5 که کمتر از 1/5 تشعشع قابل قبول در مقررات دولته. درسته. بعد از اندازه‌گیری رفتیم سراغ دیوید گرایمز که فیزیکدان و محقق سرطانه. چیزی که دیدم این بود که همین که یه ذره از فرستنده دور میشی شدت تشعشع سریع افت میکنه. دقیقاً و همین روند هرچی از منبع نور دورتر بشین ادامه داره، چون فرکانس رادیویی هم در حقیقت از جنس نوره، هرچند با چشم دیده نمیشه. افت شدت سیگنال واقعاً سریعه. در حد چند قدم که از هر فرستنده دور بشین احتمالاً میزان تشعشع گوشی خودتون بیشتر از فرستنده. به نظرت ممکنه نگرانی مردم به خاطر این باشه که شنیدن 5G از امواج رادیویی با فرکانس بالا استفاده میکنه؟ قطعا همینه. فکر میکنم مردم این نکته رو میفهمن که فرکانس بالاتر یعنی انرژی بیشتر. ولی به نظرم چیزی که باید متوجه بشن اینه که این نوع تشعشع همچنان از نظر قابلیت یونیزه کردن بسیار ضعیفه. یعنی انرژی بنیادی لازم برای اینکه یک الکترون را آزاد کنه و باعث آسیب بشه نداره. برای اینکه اشعه‌ای سرطان یا بیماری مشابه ایجاد کنه باید به دی ان ای آسیب بزنه و سطح انرژی تیو 5G جدید خیلی پایینه، به مراتب کمتر از همین نوریه که به چشم می‌بینی. اما مهمتر از این بحث بیوفیزیکه، یعنی فرایندی که میتونه باعث سرطان یا چنین چیزهایی بشه. ما به یقین میدونیم که این نوع تشعشع توان یونیزاسیون نداره، نمیتونه به دی ان ای آسیبی بزنه که باعث سرطان بشه. بنابراین مجموعه شواهد بیوفیزیکی و اپیدمیولوژیکی نشون میده که در حال حاضر دلیلی برای نگرانی نیست. البته فرستنده ها همیشه زیر نظرن و باید باشن که اگه خطری پیش اومد بفهمیم، ولی گمان نمی کنم که چنین موردی پیش بیاد. اینم از این سند و مدرک علمی که امیدوارم کمک کرده باشه ماهیت سیگنال 5G رو بهتر بفهمیم. برای اینکه اطلاعاتتون یکم بیشتر بشه، اینجا روی پشت بوم کنار آنتن و هم ارتفاع سر آدم هم تشعشع رو اندازه میگیریم. عدد حدود 2%. یعنی اگه شما روی یه پشت بوم کنار یه فرستنده 5G را برید، مثل ما که الان داریم راه میریم، تشعشع همچنان 50 برابر کمتر از حد قابل قبوله. این هفته بنیانگذاران گوگل، لری پیج و سرگئی برین از جایگاه فعلی خود در این شرکت کنارگیری کردند. مدیر عامل و رئیس آلفابت البته همچنان در هیئت مدیره این شرکت باقی خواهند ماند. به شرکت فناوری پلوتون به خاطر تبلیغی که در اون شوهری یک دوچرخه تمرینی هوشمند چند هزار دلاری رو به همسرش هدیه میده اعتراض شده. این تبلیغ که بیش از 1,000,000 بار در یوتیوب دیده شده، جنسیت زده و عقب افتاده توصیف شده. پلیس راهنمایی رانندگی استرالیا برای شناسایی رانندگانی که عین روندن از گوشی استفاده می‌کنند، دوربین‌های هوش مصنوعی به کار گرفته. پلیس استرالیا اوایل سال جاری در یک دوره آزمایشی مچ 100,000 راننده خاطی رو گرفته بود. رانندگان مقصر در 3 ماه اول استفاده از این فناوری نامه اخطار دریافت می‌کنند و پس از اون ممکنه جریمه بشن. و سرانجام یک مارماهی برقی آکواریوم تنسی در چاتانوگا رو برای تعطیلات آخر سال تزیین کرده. این ماهی تزیینی به اسم میگل واتسون با سامانه حسگرهای آبی چراغ‌های تزیینی اطرافش رو شارژ می‌کنه. اسم کوچیک این ماهی ادای احترامیه به زیستگاه مادریش در آمریکای جنوبی و نام خانوادگیش اشاره‌ای به واحد سنجش الکتریسیته یعنی وات. زیارت سالانه قوه خلاقه. هر سال 15,000 هنرمند، طراح و قصه‌گو برای برنامه ادوبی مکس میان لس آنجلس. میان که جدیدترین و بهترین ابزار برای کارهای خلاقشون رو ببینن. هرچند جرقه کار خلاقه همچنان از ما آدم‌ها میاد، ولی این روزها بخش اعظم کار رو در این حوزه‌ها ماشین انجام میده.
از تشخیص اینکه کدوم بخش تصویر رو می‌خوایم تغییر بدیم گرفته تا رنگ کردن یه تک فریم ویدیو و تعمیمش به کل صحنه، کاری که سنسی پلتفرم هوش مصنوعی ادوبی می‌کنه. برخلاف تصویر کابوس مانندی که بعضی فیلم‌ها از آینده ترسیم می‌کنن، ادوبی چندان نگران چیرگی هوش مصنوعی بر این عرصه نیست. حتی برعکس، دارن روی موفقیت این پدیده و دیگر فناوری نوظهور یعنی واقعیت افزوده سرمایه‌گذاری می‌کنن. تصور اینکه افزونه‌های دیجیتال روی عالم واقع سوارشن و غنی‌ترش کنن همه رو به هیجان آورده. نکته اینجاست که واقعیت افزوده اون ترسی که هوش مصنوعی و ماشین‌های ترمیناتور مانند در آدم برمی‌انگیزن بر نمی‌انگیزه. اما با اینکه تصویرهای نمونه واقعیت افزوده خیلی جذابن، ولی خلق این محیط‌های غنی شده تا حالا از توان بیشتر تازه‌کارهای این عرصه خارج بوده. تا اینکه ادوبی ایرو وارد شد، یه اپلیکیشن مجانی آیپد که خلق محتوا رو نسبتاً ساده کرده. البته همچنان پیدا کردن عینکی که بشه باهاش از این دنیای جدید لذت برد دردسره، یعنی هنوز محدودیم به همون گوشی موبایل و تبلت، ولی ادوبی عزم جزم کرده که این وضع رو عوض کنه. واقعیت افزوده مثل پلیس بین جهان واقعی و دیجیتال و قطعاً این قابلیت رو داره که از وب بزرگتر بشه. اسکات، توی سخنرانیت یه ادعای نسبتاً بزرگ کردی، میخوام ازش دفاع کنی. اگه وب رو در نظر بگیری، یه جایی که باید بریم سراغش و فقط وقتی میریم که احساس میکنیم چیزی میخوایم، در حالی که واقعیت افزوده همیشه و همه جای زندگی روزمره هست بدون اینکه ما بدونیم بهش نیاز داریم. مثلا هر قوطی قرصی که تو قفسه داری روش اطلاعاتش رو داره، یا هر خوراکی که تو خونه داری میزان کالری و چیزهای دیگر رو روش داره. در واقع این لایه‌های واقعیت افزوده همیشه همه جا هستن. به واحد تحقیق و توسعه ادوبی هم که سر بزنین معلومه چقدر به هوش مصنوعی اعتقاد دارن. اینجا از هوش مصنوعی استفاده میکنن که طرح پرنده رو با جنس و حالت پوست پرنده واقعی ترکیب کنن و یه چیز کاملا نو خلق کنن. و این نمونه تحقیقاتی نشون میده که چقدر راحت میشه دهان یک تصویر تخت رو منطبق با کلماتی که در یک فایل صوتی ادا شده حرکت داد. اما واضحه که این جور محصولات خلاقی جدید بالقوه میتونن کاربردهای ترسناکی هم داشته باشن. در دوران پسا حقیقت عکس ها و فیلم های دیپ فیک دارن مشکل زا میشن. فکر کنین هر کسی بتونه فیلمی بسازه که انگار یه سیاستمدار یا سلبریتی یا حتی دوست دختر سابق داره چیزهایی میگه که در عالم واقع نگفته. ادوبی برای مقابله با این پدیده سیستمی راه انداخته که تمام تغییرات اعمال شده در یک تصویر رو نشون میده، همینطور زمان تغییر و کسی که تغییر رو ایجاد کرده. در نتیجه مخاطب میتونه مسیر تغییرات تایید شده رو ببینه. فناوری به تنهایی نمیتونه این مسئله رو حل کنه. عوامل متفاوت و متعدد باید کنار هم قرار بگیرن. ما هم به عنوان بازیگران عرصه فناوری نقش داریم. پلتفرم‌های توزیع و رسانه‌ها هم نقش دارند. و البته اگه رو راست باشیم، آفریننده‌ها هم نقش دارند. به نظر من راستی آزمایی محتوا قطعاً مهمه و در وهله اول قرار داره. همین که رفتن سراغ نیویورک تایمز و توییتر شروع خیلی خوبی، ولی راه درازی در پیشه و هیچکس درست نمی‌دونه در آینده چطور خواهد شد. یک چیز رو میدونیم البته، اینکه ما خوشمون بیاد یا نه، هوش مصنوعی قرار نیست جایی بره. گزارش ریچارد تیلور رو دیدید، اما در بخش‌های قبلی درباره مشکلاتی که سیگنال رادیویی 5G ممکن ایجاد کنه یا نکنه حرف زدیم. با شواهدی که دیدیم به این نتیجه رسیدیم که خطری برای سلامتیمون نداره، ولی ممکنه مشکلات دیگه‌ای در حوزه‌های دیگه ایجاد کنه که انتظارشون نداریم. برخی از دانشمندان معتقدند که 5G ممکنه تأثیر منفی بر پیشبینی آب و هوا بذاره، به خصوص در مواردی مثل پیشبینی گردباد و امثالش. برخی از پژوهشگران میگن که سطح پیشبینی هواشناسی ممکنه برگرده به سطح دهه 80 میلادی. ما از پیتر گیبز که 40 ساله در عرصه هواشناسی فعال خواستیم که یک گزارش در این زمینه برامون تهیه کنه. سال 2018 کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا FCC بخشی از طیف رادیوییش یا در واقع تعدادی از فرکانس ها رو به شرکت های مخابراتی واگذار کرد که برای شبکه 5G ازش استفاده کنند. ولی ربط این ماجرا به هواشناسی چیه؟ رفتیم سراغ اندرو فریدمن از روزنامه واشنگتن پست که از اول این داستان رو دنبال کرد. پیش زمینه داستان از این قراره که دانشمندان متوجه شدن تجهیزات 5G که شرکت‌های مخابرات می‌خوان نصب کنن، به ویژه در شهرها، ممکنه با سیگنال‌هایی که بین ماهواره‌ها و اتمسفر زمین در رفت و آمدن اختلال ایجاد کنه. و خب این سیگنال‌ها عنصر بسیار مهمی در پیش‌بینی آب و هوا هستند. To sense a very important component for making weather forecasts.
So let's try and explain the problem. بذارین من یه جور دیگه ای براتون توضیح بدم. فقط تذکر بدن که من دانشمندم، هنرمند نیستم. انتظار اثر هنری نداشته باشین. ماجرا اینه که ماهواره ها وقتی جو زمین رو رصد میکنن، در واقع دنبال میکروویو میگردن. به این امواج از ابر و بارون و برف و بخار آب میان. سیگنال های میکروویو خیلی ضعیف فرکانس های خیلی دقیق دارن. مثلا این مولکول بخار آب رو در نظر بگیرین، فرکانس ارتعاشش 23.8 گیگاهرتز، درست کنارش فرکانس 24 گیگاهرتز که یکی از فرکانس هاییه که برای 5G واگذار کردن و به همین خاطر که دانشمندا واقعا نگرانن. مثل این میمونه که یه همسایه پر سر صدا قراره بیاد کنارشون. اگر خونه همسایه رادیوشو با صدای بلند پخش کنه یا در مثال ما فرکانس بغلی نش کنه، حتی اگر مقدار کمی از انرژی با صداش به بیرون درس کنه، همچنان بیشتر از اون چیزیه که ما میخوایم اندازه بگیریم و در این حالت کار ما خیلی سخت میشه، چون نمیتونیم مطمئن باشیم چی رو داریم اندازه میگیریم، خود سیگنال رو داریم میگیریم یا اختلالاتی که از خونه بغلی میاد. بزرگترین نگرانی ما همینه. مدل‌های پیچیده هواشناسی که این روزا استفاده میشه نیاز به داده‌های ماهواره‌ای داره، اون هم برای کل دنیا. طوفانی که امروز به اروپا رسیده احتمالاً چند روز قبل از آمریکای شمالی راه افتاده. سازمان هواشناسی جهانی در شهر ژنو متولی تبادل این داده هاست و کارشناسای این نهاد نگرانند که افت کیفیت داده ها پیامدهای ملموس در زندگی مردم داشته باشه، پیامدهایی که قابل پیشگیری بوده. اگر این اندازه‌گیری مشخص رو نداشته باشیم، بین 3 تا 6 ساعت از زمانی رو که میتونیم به مردم در موارد خاص هشدار بدیم از دست میدیم. منظور از موارد خاص سیل و طوفان و این قبیل چیز هاست. خلاصه اینکه دانشمندا واقعا نگرانند، ولی مراجع قانونی آمریکا اونقدر مسئله رو جدی نگرفتن. مثلا نماینده یکی از شرکت‌های مخابراتی که گفته بود ترس دانشمندا بی‌معنیه. شرکت‌های مخابراتی به شدت جلوی نهادهای علمی ایستادن و گفتن به نظر ما تحلیل شما درست نیست. به نظر ما اصلا موضوع مهمی نمیاد و حتی اگر مهم باشه هم یه راهی براش پیدا می‌کنیم. جامعه علمی اعلام کرده که به فواید 5G واقفه و مخالفتی باهاش نداره. با این حال دانشمندا تلاش کردن با شرکت‌های مخابراتی درباره اختلال احتمالی صحبت کنن، ولی هنوز جوابی نگرفتن. I know that there is one company that really یه شرکت هست که از راه افتادن 5G خیلی منتفع میشه، چون اپلیکیشن هواشناسی عرضه میکنه. تردیدی نیست که شرکت‌های هواشناسی 5G میخوان. دلیل مخالفتشون اینه که میگن اپلیکیشن جدید و سریع‌تر به چه درد میخوره اگه اطلاعات نادقیق باشه. 5G داره میاد و قطعاً فواید زیادی داره، ولی واقعیت اینه که ما در دوران تغییر سریع اقلیمی زندگی میکنیم و شرایط جوی نامساعد بیشتر پیش میاد و خطرناکتر از قبله. امکان پیشبینی و هشدار در چنین شرایطی از همیشه مهمتره. اینم از گزارش پیتر گیبز. فقط این نکته هم بگم که کارشناسان زیادی از سراسر دنیا در کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی شرکت کردند و در مورد همین مسائل هم بحث کردند که به زودی در برنامه‌های آینده از نتیجه این مذاکرات شما رو با خبر می‌کنیم. چند هفته پیش یعنی 9 نوامبر 30 سالگرد سقوط دیوار برلین بود. دیواری که به جز مانع فیزیکی وسط برلین نماد فاصلی دنیای کمونیسم و سرمایه‌داری بود. بعد از 30 با واقعیت مجازی اون گذشته رو زنده کردند. یوتیوب اوریجینالز و ریمارکبل تیوی رفتن سراغ بازماندگان، کسانی که برپا شدن و فرو ریختن دیوار رو به چشم دیده بودند و این بازمانده ها به کمک فناوری قدم گذاشتن به درون عکس ها و در زمان رفتن عقب تا بازآفرینی مجازی داستان های خانوادگیشون رو ببینن. I don't think people really realize that the wall was something that evolved over time.
به نظرم مردم حواسشون نیست که این دیوار به مرور زمان بالا رفته. سال 1961 فقط وسط خیابون سیم خاردار کشیده بودن. 20 سال بعد یه مرز نظامی کامل بود. ما احساس کردیم این که با واقعیت مجازی این تحول رو ببینی و یه جورایی بتونی خودت رو جلوی دیوار تصور کنی و عملا اونجا باشی، تاثیر عمیقی میتونه روی آدم بذاره. داستانگوی مستند خیلی جای کار داره. تصور من اینه که تازه اول یک راه جدید برای درگیر کردن مردم با تاریخ و درگیر کردن مردم با مستند ایستادی. My grandfather is one of the builders of the tunnel 57. پدر بزرگ من یکی از کسانی بود که تونل 57 رو ساختن. این که پدر بزرگم رو در حال کندن تونل میدیدم خیلی حس عجیبی بود. احتمالاً اون موقع که این کارو میکرده حدوداً همسن الان من بوده. اون لحظه احساس میکردم انقدر به هم نزدیکه که دلم میخواست باش حرف بزنم، بگم بعد از کار میخوای آبجو بزنیم یا یه همچین چیزی. خب به پایین برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.